سلام سلام سلام، دوره همی این هفته کتاب باز با موضوع آیزاک آسیموف و ادبیات علمی تخیلی شروع شد. دوره همی این هفته ما اختصاص داره به ادبیات علمی تخیلی و آیزاک آسیموف. جناب آقای محمد قصّا مترجم آثار علمی و تخیلی، جناب آقای دکتر احسان رضایی کارشناس کتاب و آقای دکتر امیر صدری پزشک و روزنامه نگار به کتاب باز، خیلی 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 خوش آمدید. سوال اول من اینه که اهمیت آسیموف چیه و چرا هنوز آثارش خواندنیه؟ آیا اصلا هنوز هم خواندنی هست؟ آیزاک آسیموف یکی از سه‌نویسنده برتر دوران عصر طلایی ادبیات علمی تخیلی محسوب میشه. ما در ادبیات علمی تخیلی دوره‌های مختلفی رو پشت سر گذاشتیم. از قرن 18 که میایم میرسیم به دهه 40 و 50 قرن پیش میلادی، نویسنده هایی ظهور میکنن که آسیموف یکی از اونهاست. میشه دو نویسنده دیگر هم بفرمایید؟ یکیشون آرتور سی کلارکه و دیگری هینلین، که این سه نفر در مجموع یک جریان عظیمی رو خلق میکنن و شاید مهمترین تأثیرشون بود که ادبیات علمی تخیلی رو از میون یک تعداد مخاطبای محدود علمی تخیلی وارد عرصه عمومی میکنند. در واقع مخاطبای خاص تبدیل به مخاطب عام میشه. خب از یک ادبیات مجله‌ای تبدیل میشه به یک ادبیاتی که به فرم کتاب در میاد. بعضی از آثار تبدیل به فیلم و سریال میشن. به هر حال اون دوره طلایی ادبیات علمی تخیلی بوده و آسیموف یکی از این نویسنده ها بوده. البته ما نمیگیم که فقط همین سه نویسنده، نویسنده های بسیار زیادی بودن، ولی این سه به خاطر فرم نگاهشون و حجم کاری که کردن خیلی تاثیرگذار بودن. آسیموف با بیش از 500 عنوان کتاب علمی تخیلی و علمی، 90,000 نامه، 350 تا داستان کوتاه، یه رکورد بزرگی رو از خودش به جا گذاشته و 90,000 نامه. بله، و جالب اینه که اینا رو همه رو به قول معروف هر چی داره کپیشو داره نگه داشتن و نمیدونم، مثل خودش میدونسته که با خودش باید مسابقه بذاره. البته خدمت دوستان عرض کردم روبرت سیلوربرگ هم این عدد 500 نزدیک شده از میان علمی تخیلی نویس ها. کلارک نه، کمتر نوشت. هینلین هم کمتر نوشتن. ولی خب این کمتره، مثلا کلارک 8 تا رمان علمی تخیلی داره، کمترش اینجوریه نسبت. کلارک یه کاری که میکرد اینه که ایده های بسیار بسیار زیادی داشت، همه رو خودش نمیتونست بنویسه، لذا کارهای مشترک زیاد داره و بعضی از این کارهاشون من فکر میکنم آسیموف اگر 10 سالم روی رمان کار میکرد شاید به پای اون کلارک نمیرسید. اما مخاطب نوجوان خیلی خوب با آسیموف ارتباط برقرار میکرد. در واقع اهمیت آسیموف این بود که یک گروه جدیدی از نوجوانان عاشق علم رو تربیت کرد. میشه گفت در واقع بزرگترین تاثیر ادبیات علمی تخیلی همینه که نسلی از علاقمندان به علم رو تربیت میکنه. البته این یکی از تاثیرات اجتماعیشه. به هر حال خیلی تاثیرگذار بود. از بسیاری از آثارش فیلم تهیه شده که حالا ممرباتش یه جزو یکی از برجسته ترینشه. مجموعه هایی داره که فقط
شخصیت ها ربات هستن، که ربات هایی که در میان انسان ها زندگی میکنن. و زمانی نوشته که ربات ها قدرت ربات های امروزی رو نداشتن اصلا. اصلا لغت ربات رو خود آسیموف ابداع کرد. نه، روباتیک رو. ربات رو در واقع اون نویسنده چک برای اولین بار مطرح کرد، استفاده کرد. کلمه روباتیک کلمه‌ای که آسیموف ابداع کرد و خودش هم میگه من نمیدونستم که این کلمه وجود نداره، به کار میبردم، بعد هم اومدن به من گفتن این کلمه وجود نداره، تو ابداع کردی و به اسم آسیموف ثبت شد. چند تا لغت مثل سایکو هیستوری رو هم باز روان تاریخ رو باز اون ابداع کرد برای اولین بار، که بعدها رفت وارد عرصه علم هم شد این کلماتی که. آقای رضایی، زندگی خود آسیموف چجوری بوده؟ خود آیزاک آسیموف یا اسحاق آسیموف یک نمونه از افرادی بود که مهاجرت کردند، از شوروی سابق به ایالات متحده رفت در کودکیش، و این یکی از دوباری بود که سوار هواپیما شد، چون که یکی از بزرگترین نویسندگان علمی تخیلی از هواپیما میترسید و دو بار فقط سوار شد. و قبل از انقلاب 1917 روسیه میره امریکا یا بعدشه؟ بعد از اون هستش. بله. متولد چه سالی بود؟ 1920. 1920. بله. طبیعتاً بعدش. پیش استاد قصا اصلا خیلی سخته ها حرف زدم. ببین استاد قصا، من میخوام که اینو نشون بدم، دو جلد کتاب دارن، پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی و تخیلی، دو جلد هست، و الان هم تازه مشغول نگارش یک جلد دیگری بر این مجموعه هستن. و بالاخره ما اغلبمون با آثاری که آقای قصا اصلا ترجمه کرده بودن از ادبیات علمی تخیلی یاد گرفتیم و بزرگ شدیم. هر وقت آقا ما اشتباه گفتیم شما اصلاح بفرمایید. شما سرورمونید. سلامت باشید. بیوشیمیست بود، علم بیوشیمی خوند، مثل کورت وونگات که دوست صمیمیش هم بود. کورت وونگات هم بیوشیمی خوند، بخونه. دوبار موفق نشد ولی بعد رفت بیوشیمی. یک متعهد به پزشکی دکتر امیر صدری. و اهمیتش همونطور که گفتن ترویج علم بود. حدود 500 تا کتاب داره. یه ردبندی هست در کتابخونه ها، ردبندی دیویی یا ده دهی. کتاب ها رو به 10 شاخه و 10 دسته تقسیم میکنه، تو هر شاخه دوباره 10 شاخه دیگه و همینطور تقسیم میشه. آسیموف بجز شاخه فلسفه در تمام شاخه های دیگه کتاب نوشته، حتی کتاب مذهبی داره، مجموعه شعر داره، و تعهد اصلیش اینه که علم رو گسترش بده. ما نوجوان بودیم در اواخر دهه 60، اوایل دهه 70، یه سری بود با جلد خاکستری علم برای جوانها، 30 جلد بود، مفاهیم علمی مختلف رو اومده بود و با بسیار زبون ساده، مثل یک معلم خیلی خیلی خوش اخلاق که دوست داره به بچه ها یاد بده، آموزش داده بود. با همین ایده اومد و داستان هم نوشت، و بعضی از داستانهاش تأثیرات عجیب غریبی در علم بشری گذاشت، مثل همون داستان من ربات که بارها و بارها فکر کنم مثلا فیلم اقتباسیش هم از تلویزیون خودمونم پخش شده. 3 قانون روباتیک اونجا وضع کرده که اینها هنوز همه کسانی که دارن در هوش مصنوعی کار میکنند به این 3 قانون پایبنده. قانون اول، ربات‌ها حق ندارن به انسان آسیب بزنن. قانون دوم، ربات‌ها باید وظایف از انسان‌ها دستوراتشون رو بگیرن، مگه اینکه نه باید از خودشون محافظت کنن، مگه اینکه آره با قانون اول باشه در تعارض باشه. و قانون سوم، استاد سوم ربات است، اولینه که باید مواظب انسان‌ها باشن، دومی دستورات انسان‌ها رو اجرا کنن. مگر محافظ سومی این بود که استاد گفت آره باید مواظب خودشون باشن. آره، این 3 قانون هنوز هم کسانی که حوزه هوش مصنوعی کار میکنن همه به این 3 قانونی که در اون کتاب در یک داستان اومده پایبند هستن و مبنای کارشون. و بنابراین
اهمیت ادبیات علمی تخیلی یکی از اهمیتاش همین هست که به پیشبرد علوم هم کمک میکنه، ایده هایی میده به دانشمندان و به خوانندگان آثارشون که بعداً جزء دانشمندها قرار میگیرن، که اینها در پیشبرد علوم هم کمک میکنه. خیلی ممنون. آقای صدری بفرمایید، شما هم از اهمیت آسیموف بفرمایید. اگر اجازه بدید من راجع به اهمیت ادبیات علمی تخیلی حرف بزنم با یه داستان شخصی. من خودم متولد اواخر دهه 40 ام که اوایل در مقطع پیروزی انقلاب 9 سالم بود و اون موقع همه کتابخون بودن، یعنی اکثریت افرادی که ما باشون در تماس بودیم کتاب داشتن و تو خونه تفریح اصلی کتاب بود، تلویزیون ساعت محدودی بود، سینما تفریح بود که هفته یک بار واسه طبقه متوسط بود، اما کتاب در دسترس بود و اکثر افراد طبقه متوسط کتابخون بود. واسه بچهای اون دوره کتاب خلاصه میشد در خیلی داستانهای خوب، قصه‌های خوب برای بچهای خوب، داستانهای طلایی، اکثرا تم افسانه داشت و داستان‌های تاریخی. بعد یه روزی ما در یکی از خریدهای کتابخونه‌مون یه کتابی خریدیم اسم کوههای سفید مال جان کریستوفر. اصلا یه دنیای دیگه‌ای بود. بعد هستش اینجاست نشون بدم با اجازهتون. خواهش می‌کنم. یه سگانه است. بله سگانه‌ای که خیلی هم مطرح و خوانده شده است. کوههای سفید، نویسنده جان کریستوفر، مترجم خانم ثریا کاظمی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهر طلا و سرب، جان کریستوفر مترجم، عین نوریان و برکه آتش، جان کریستوفر مترجم، محمد رضا زمانی، که واقعا دوره ما خیلی کتابای پرطرفداری بود. ما این کتابو خوندیم و یه دریچه، یعنی تا اون دقیقاً قبل از خوندن این کتاب هر چی بود ادبیات و داستان و قصه گذشته بود، این رفت در آینده و واسه من بچه و برادرم یه دنیای جدید. ما هم نمیدونستیم این سه جلده تا چند وقت بعد در یک و واقعا هر کدوم 5-6 بار این کتابو خوندیم، در یه دیالوگی با پسرم هم یهو متوجه شدیم این جلد دوم داره. خوشحال شدیم و ما سه تا سوار ماشین بودیم، پدرم داشت ما رو جایی میبرد، مجبورش کردیم که ماشین رو تغییر مسیر بده بریم کتاب فروشی و جلد دوم رو بخریم و جلد سوم. و واقعا اون شب دعوا بود بین من و برادرم که کدوممون اینو زودتر بخونه. و این بعد از این همراه شد با سریال‌های تلویزیونی فضا 1999، اوریون 8 و پیشتازان فضا و بعد دیدن فیلم جنگ ستارگان روی پرده سال 57 سینما شهر فرنگ. علمی تخیلی ها یعنی یه چرقه در ذهن من و خیلی های دیگه تو امثال من زد. فانتزیت واسه شون جون گرفت، فهمیدن که میشه به چیزایی شما ببینید کلیشه ها شکسته شد، اون کلیشه معمول داستان‌های تاریخی. اسباب بازی همون از شمشیر تبدیل شد به شمشیر نوری، تبدیل شد به هی فکر میکردیم و تو بازی همون چیزای جدید اختراع میکردیم. این باعث میشد که ما تخیلمون یهو تخیله رها شد و به جای سال انقلاب هم بود و منشن یادم 3 ماه ما تعطیل بودیم و اون 3 ماه واقعا همش به بازی‌های فضایی، بازی‌های تخیلی کشید که حداقل به من کمک کننده بود. و این علاقه به ادبیات و بعد علاقه به سینما واقعا از این ادبیات علمی تخیلی شروع شد. و جالب هم بود که روال منطقیش این بود که از این ژانر که یه خورده در واقع میشه گفت هیجانی بود و چیز، رسید به دوره نوجوانی آسیموف و بعد تازه جدیترش بعد آرتور سی کلارک و بعد استانیسلاو لب با سولاریس، یه تداوم منطقی رو شکل داد که از سرگرم کنندگی رسید به چگونه اندیشیدن فلسفه. و واقعا اینه که تهش شما میبینید که ادبیات علمی تخیلی به شما در فهمیدن مفاهیم بسیار سخت مثل فقط به پیش برد علم در ذهن یا برای کسایی که علاقه مندن به علم یا یه دورنمای علمی کمک نمیکنه. شما گفتین برای چگونه اندیشیدن و فلسفه بهتون کمک دقیقا. کرده این کارو میکنه ادبیات علمی تخیلی به نظر من، حداقل برای نسل ما کرد. ببینید من گفتم پسر من الان شاید اینجوری نباشه، پسر من از وقتی چشمشو باز کرده تو تلویزیون انواع تصویرها رو دیده، توی موبایل انواع بازیها رو دیده و تخیلش به نظر من اونقدری که ما تخیل داشتیم اینا ندارن و اونقدری که ما فکر میکردیم شاید اینا، چون همه چیز دم دستشونه. میدونید ما
مجبور بودیم تصور کنیم، بعد راه حل واسش بازی می ساختیم و بعد مجبور بودیم واسه بازی ساختنه راه حل پیدا کنیم. خیلی از بازی جنگیمون ساخته خودمون بود و راه حل هم خودمون توش بود، اما این بچه ها همه چی دم دستشونه و این تفاوت اون نسل حداقل من میدونم علمی تخیلی به ما خیلی کمک کرد. شما داشتین از علمی تخیلی میگفتی، من یاد یه خاطره ای که به بحث ربطی نداره افتادم، اشکالی نداره بگم. آقای دکتر شما میدونستین که اولین باری که من تو زندگی مصاحبه کردم به عنوان مصاحبه شونده شما با من صحبت کردین؟ نمیدونستم اولیش بوده، یادم هست که با شما مصاحبه کردم، مصاحبه شیرینی هم بود اما نمیدونستم اولیش بوده. اولین باری بود که من در واقع با مصاحبه شد و هیچ وقت خاطرش، خیلی هیجان زده بودم، خیلی برام جالب بود و آره این شانس و سعادت داشتم که اختیاره. شما حمید فرخ نژاد هم چند وقت پیش همین رو به من گفت، گفت اولین مصاحبه‌ای که من در زندگیم انجام دادم با تو افتخاری بوده. نزدیک 25 6 سال پیش بوده. بله خیلی خوشحالم که من یه دوره‌ای پیش دکتر صدری سردبیرمون بود دکتر و ما برای ایشون کار می‌کردیم. بسیار عالی. جناب قصار، علمی تخیلی ها اصلا تاریخچه‌شون چیه؟ یعنی از کی ادبیات علمی تخیلی شما گفتین چندین دوره داشته؟ بله. ببینید راجع به اینکه ادبیات علمی تخیلی از کی شروع شده، یک جنگ و دعوای خیلی وسیعی وجود داره بین کارشناسا. بعضیا که خیلی هوادار ادبیات علمی تخیلی هم و تعصب خاصی دارن اون رو عقب میبرن تا گیلگمش و این اعتقاد رو دارن که چون ادبیات علم تخیلی یک نوع خاصی از تخیل رو در واقع در خودش داره، اون نوع خاص تخیل توی اون داستان هم وجود داره. طبعا یه جاهایی از اودیسه، یه جاهایی از ایلیاد دیده میشه. ما اگه بخوایم با همون دید نگاه کنیم که یه جاهایی درسته، یه جاهایی اقراقه، توی ادبیات کهن خودمون هم حتی پیدا میکنیم یه همچین چیزی. یه عده دیگه هم اعتقاد دیگه ای دارن، معتقدن که داستانی علمی تخیلیه که نویسنده با دید علمی تخیلی و به قصد نوشتن علمی تخیلی نوشته باشه. اینم جای بحث داره که آیا همچین نظری درسته یا نه، و میان این رو میگن از زمانی که مری شلی فرانکنشتاین رو نوشت از اون زمان به بعد ادبیات علمی تخیلی شروع شده، که طبعا کسایی که خیلی دوستدار ادبیات وحشت هستن میگن نه این رمان مال ماست، چرا شما؟ در حالی که ما دیگه میدونیم خیلی از رمان ها میان ژانری هستن و هیچ ایرادی نداره که در چند ژانر طبقه بندی بشن. خدمتتون عرض کنم اگر ما از اینجا هم در نظر بگیریم، میشه گفت از قرن 17 این آثار شروع میشن، زمانیه که انقلاب صنعتی شروع شده، یه تحول علمی شروع شده و جامعه داره تغییر میکنه، طبعا یک فرم جدیدی از ادبیات برای این جامعه متحول نیازه، یه ادبیاتی که بتونه این تحول رو به مخاطب خودش نشون بده. رمان هایی که میومده، خب این بعضی از این رمان های جدید این شاخصه رو داشتن، کسی هم هنوز اسمی روی اینها نذاشته بود. این روند ادامه پیدا میکنه، داستانهایی با مضامین علمی به مرور زیاد و زیاد و زیادتر میشن، یه سری از داستانهایی هم که مفاهیم فلسفی درشون بود باز زیادتر میشن، از اون طرف داستانهایی که وقایع سفرهای شگفت انگیز رو مطرح میکنن نوشته میشه در حجم بسیار زیاد، و بعضی از داستان‌ها هم به زمان آینده توجه می‌کنن که مثلا 200 سال بعد 500 سال بعد چه اتفاقی می‌افته برای بشر، و در چند تا از داستان‌های خیلی زیبا هم شخصیت‌های فضایی میان زمین و انسان رو نقد می‌کنن. در واقع نویسنده است که داره جامعه خودش رو نقد می‌کنه. به هر حال این روند اینقدر ادامه پیدا میکنه که ما در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی کسایی که میرفتن یک کتاب فروشی میگفتن خب ما یک کتابی میخواییم که مضامین علمی توش باشه، یک کتابی میخواییم که
مثلا راجب سفرهای شگفت انگیز باشه. اینجا دیگه لازم شد که ناشرها، کتاب فروشها و مخاطبین و حتی نویسنده ها یه اسمی برای این گونه از داستان ها انتخاب بکنن و مطرح کنن. در سال 1926 اگه اشتباه نکنم، اوگو گرنسبک که الان یه جایزه بزرگ ادبیات علمی تخیلی به اسم ایشون اهدا میشه، اومد پیشنهاد داد اسم ساینس فیکشن رو، اول ساینتیفیکیشن رو پیشنهاد داد، بعد دید یه مقدار تلفظ سخت، ساینس فیکشن رو پیشنهاد داد و ماندگار شد این اسم. ادبیات بعضیا میگن از این زمان ادبیات علمی تخیلی شروع شد، یعنی از زمانی که حالا یه اسمی داره، مثل کودکی که از زمانی که اسمی داره متولد میشه و اسمی میگیره در واقع وجود داره. فرقی نمیکنه ما کدوم نظراتشون بگیم، از گیلگمش یا از هوگو گرنسبک، فرقی نمیکنه. در واقع یک گونه ای از ادبیات وجود داشته که موضوعش تغییر و تحول جامعه بشریه، موضوعش تغییر و تحول خود انسانه، یعنی مثل مینستری، مثل ادبیات داستانی میمونه، فرقی نمیکنه جامعه و انسان موضوعشن با یک دید متفاوت. اون دید متفاوت اون چیزیه که اندیشه علمی تخیلی ما اسمشو میذاریم. الان ادبیات علمی تخیلی کسایی که درش قلم میزنن، کسایی که میخونن، اونایی که فیلم میسازن، در واقع در چهارچوب یک اندیشه علمی تخیلی کار میکنن و همه اینا همدیگر رو درک میکنن. من خیلی پرحرفی کردم. خیلی خیلی ممنونم. ما فرصت این بخشمون تموم شده. بخش بعدی رو من با سوال از شما شروع میکنم و از روی آقای دکترشون همکارمون رو ثابت میپرم. ما اینجا چای داریم، دمنوش هم داریم. آسیموف بیوشیمی خونده بوده، من شیمی. یه محلول شیمیایی هم هست که من خودم درست کردم و پیشنهاد نمی‌کنم، چون به هر حال یه ذره چون ترکیبش رو نمی‌خوام لو بدم، ولی اثرات عجیبی داره. اگر جرأت دارین اونم میتونین سفارش بدین. بین این سه تا یکی لطفاً انتخاب بفرمایید. سن و سال من دیگه به ریسک نمیخوره، فکر کنم همون چایی رو شما چایی دکتر چیکار کنیم؟ من که ریسک میکنم، من به سروش اعتماد دارم. من اینجا پیشا پیش گفتم یه وقتی امیر اعتماد داره منم اعتماد دارم. پس دو تا محلول ریسکی و یک چای. سپاس گزارم. پدرش یک لبنیاتی داشت و پسر در همانجا کار میکرد. بعدها که از او میپرسیدند چطور این همه پرکار است، جواب میداد چون سحرخیز است و عادتش به سحرخیزی از همین شغل پدر آمده. و اینکه من هنوز هم دارم به پدرم ثابت میکنم پسر تنبلی نیستم. ایزاک آسیموف را یکی از سه اسطوره ادبیات علمی تخیلی میدانند. مردی خجالتی که از محیط‌های باز خوشش نمی‌آمد و ترجیح می‌داد در فضاهای بسته زندگی و کار کند. او از جمله مروجان علم بود. مطالب علمی را به زبان ساده برای عموم توضیح می‌داد و با ایده‌های علمی هنوز محقق نشده داستان می‌نوشت. داستان‌هایی که بعدها الهام بخش دانشمندان زیادی شد. هرچند بعضی از ایده‌هایش مثل آسانسور فضایی ضد جاذبه و شناوری دیامغناطیسی تا عملی شدن خیلی فاصله دارند. از شوخی‌های روزگار یکی هم این است که این شیفته علم و دانش خودش قربانی یک خطای علمی شد و در حین یک عمل جراحی قلب با تزریق خون آلوده به ویروس HIV مبتلا شد. آیزاک آسیموف سه دهه قبل پیش بینی کرده بود در سال 2019 کامپیوترها و ربات‌ها زندگی ما را متحول می‌کنند. مدارس هنوز هستند اما سوادی که آموزش می‌دهند سواد IT است. به خاطر افزایش جمعیت ناچار از اکتشافات فضایی هستیم. بشر دوباره به ماه سفر می‌کند و در آنجا معدن و نیروگاه خورشیدی می‌زند و این مقدمه تغییرات بزرگ بیشتر است. جناب قصه، من برای خودم و شما چای آوردم، با خیال راحت میل کنید، خیالتون راحت. تو گفتی بیا بشه اعتماد کنید، علم و پیش ببره. من رو برته کم ریختم که هرچی شد دیگه اثرش زیاد نباشه، ولی خواهش میکنم نفری یک قلوب بخورید و بعد ما برنامه رو شروع کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. این برای صحت خیلی علمی تخیلی شروع کرده. بله بله.
فقط یواش شد لطفاً یواش شد. بالاخره علم همیشه اولین قربانیاش از خود علما بوده. علم همیشه اولین قربانیاش از خود علما بوده. فقط یواش کمی صبر کنیم. ای وای صدا جرقه نزدی؟ نه خوبه خوبه خوبه. این سه روز دیگه اثرش معلوم میشه آقای دکتر. امیدوارم که نمیدونم یکی تو خونه دارم که باید بهش جواب بدم که چرا این کارو کردم. بعد بدونی که من خودم چای خوردم. بله ما بعد متوجه شدیم. منم خوردم بفهم. شما نخوردی حداقل شما بخور ما منتظر. ادبیات علمی تخیلی آیا من واقعا خیلی کم خوندم؟ آیا خوشخانه؟ آیا میشه خون؟ چه جوری باید شروع کرد؟ نه تنها کم خوندم بلکه دوستم ندارم. دوستم ندارم. من به نظرم کسی که ادبیات علمی تخیلی نخونده یکی از لذت زندگیش از دست داده. حداقل کتاب شاخصش. به من پیشنهاد بکنین که با چه کتابهایی شروع کنم؟ الان در سن شما قاعدتا من بخوام یک کتاب شما پیشنهاد بدم سولاریس رو پیشنهاد میدم. چون کتاب حتما فیلمش رو دیدید ولی کتاب چیزایی داره که در فیلم نیست و به نظرم خیلی خاصه. یا راز کیهان. راز کیهان سیکلر که آرتور سیکلر. بله. همین دو تا قصه فضاییه دیگه. ابتدایی جواب آسیموف. میدونید آسیموف خوبیش اینه که همه چیز داره کتاباش. خیلی خوب. یعنی ادبیات علمی تخیلی به نظر من چکید مجموعه از چند تا ژانر، هم هیجانی، هم جنایی، هم معمایی، هم روانشناسی و هم علمیه. همه اینا ترکیب میشه با هم. شما معمولا من خودم همین الان واسه اومدن در برنامه رفتم برگشتم به اون کتابهایی که خونده بودم سالها پیش، با مثلا یکیشو 20 سال بود شاید 30 سال پیش خونده بودم دیگه نخونده بودم. قارهای پولادین که کتابی که من در دهه 60 اوایل دهه 60 خونده بودم برایشم و شروع کردم به خوندنش. میخواستم فقط مثلا 2-3 دقیقه اینو بخونم و یه لحظه به خودم اومدم دیدم فصل 89 هم، چون هی انقدر داستان سرگرم کننده و خوب پیش میره. و جالبیش اینه که آسیموف با اینکه خیلی سریع می نوشته، خورشید اوریانش مثلا در 6 هفته نوشته شده، ولی انقدر جزئیات داره که شما ناخودآگاه یه بار می خونی که تازه ببینی تهش. من همه کتاب علمی تخیلی که خوندم دوبار خوندم، یه بار خوندم که بدونم تهش چی میشه، یه بار تازه برگشتم خوندم که ببینم این منظورش اینجا چی بود، اون منظورش اینجا چی بود. و وقتی آسیموف میخونن پس خوشخوان هستن، خیلی خوشخوانن. و خب حالا با هم فرقم دارن دیگه، نویسن همینطوره. ما راجع به آسیموف من میگم که آسیموف جزو خوشخوان‌ترین خوشخوان‌تریناش واسه سنین نوجوانی و جوانی. به نظر من خوندنش همین الان که خیلی از اینا دیگه چیزای نوعی نیست، زمان ما بود. ببینید زمان ما وقتی من کودک بودم سریالی ساخته میشد به اسم فضا 1999 که توی اون بشر رفته بود ماه. این اتفاق نیفتاد. خیلی از اتفاقات آسیموف هنوزم نیفتاده یا یه جور دیگه ای افتاده و چیزتر شده، محقق شده. اما واسه بچه همین الان هم به نظر من کتاب شده. آقا دستا گفتن که علاقمندان به رمان‌های پلیسی میگفتن فرانکشتاین مال ماست، این مال ما رمان جنایی. دقیقا رمان جنایی وحشت ژانر بله. آیا توی ادبیات علمی تخیلی ترکیبی از ژانرها و گونه‌های مختلف هست؟ من همونطور که گفتم به نظر من این هست. یه اتفاق شاید آسیب رسان به علمی تخیلی‌ها این پروبال گرفتن ادبیات ابرقهرمانی بود، این سوپر هیرو ها. یه جایی مرزا در هم تنیده میشه و به نظر من تفاوت این دوتا خیلی مشخصه. من به عنوان یه آدم شرقی، حالا اونا یه فرهنگی دارن سالها ریشه داره غربی ها این ابرقهرماناتشون، تفاوت اینه که ادبیات علمی تخیلی همش داره به شکستن کلیشه ها فکر میکنه، به چیزهای جدید. اما شما اساس ادبیات ابرقهرمانی رو ببینی یه سری کلیشه هاست که تکرار میشه و این دوتا خیلی از جنس یعنی هم نیست. یعنی ابرقهرمانی ها جزء علمی تخیلی ها به رحم شما نیست؟ نه به نظر من نیست. بعضیشون باز هستن بعضیشون نیستن. اصولا ادبیات علمی تخیلی چه زیرشاخه هایی داره؟ ببینید ادبیات علمی تخیلی خودش یک ژانر بسیار وسیعی است که از به هم پیوستن چند گونه داستان به وجود اومد. خدمتتون عرض کردم مثل سفرهای شگفت انگیز یه سری داستانهای فلسفی بودن، مثلا داستان فلتلند که ماجرای یک نقطه است که وارد سرزمین خط میشه، یعنی وارد سرزمین دوبعدی میشه و بعد
اتفاقایی که براش میفته و بعد وارد بعد سوم میشه. ببین اینا تمام مباحث فلسفی است. یا توی ادبیات خودمون به فارسی به پختستان ترجمه شده. بله. توی ادبیات خودمون مثلا داستان حی ابن یغزان یه داستان فلسفی است. ولی امروزه اگه ما بخوایم جایگاهی برای اون در پهنه ادبیات قائل بشیم، توی ادبیات علمی تخیلی هم جا میگیرد. ببینید من تعصب خاصی ندارم که به اصطلاح بگم حتما علمی تخیلی است، نه، ولی علمی تخیلی هم هست. گونه دیگه ای از داستانهای علمی تخیلی اونایی هستن که به آینده به اصطلاح نظر دارن، و باز گونه دیگه اونهایی هستن که در اون یا مباحث علمی جدید که اون نویسنده یا اون دانشمند جرأت نداره به صورت پیپر در مجلات علمی چاپ بکنه، اونا رو میاد در قالب داستان ارائه میده. کلارک زیاد از این کاربرد استفاده کرد، خیلی از نظریاتش رو به صورت داستان عرضه کرده و الان در اختیار همه هست. و نوع دیگرش تأثیر این علوم و تکنولوژی ها فناوری ها بر جامعه و انسانه. اینجا در واقع ما با دو جور علمی تخیلی روبرو میشیم، یه سریشون هارد ساینس فیکشن هستن یا علمی تخیلی سخت، یه سری علمی تخیلی نرم. من فکر میکنم برای اون دوستانی که به خود علم هم علاقه خاصی دارن باید برن به سمت علمی تخیلی سخت. من خودم یا مثلا احساس کنم آقایون و دکترها بیشتر به اون سمت نظر دارن. اما برای دوستانی که به علومی مثل جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی علاقه مندن، اون علمی تخیلی نرم شاید خیلی جذابتر به نظرشون بیاد. و از هر دو دسته هم به فارسی ترجمه شده. بله بله. آرتور سی کلارک از دسته سخت هست، مسائل علمی و شرح اون مطالب علمی بخش بیشتری از داستان رو به خودش اختصاص میده. آسیموف از دسته نرم هست و حل معمایی مثلا در من ربات، قاتل کیه، این فقط در یک زمینه علمی داره اتفاق میفته، ولی خب مسائل دیگهش کاملا از ژانرهای دیگه و است. مثلا هری پاتر ها جزء علمی تخیلی ارباب اسنانی اونا که فانتزی هستن. ارباب حلقه ها چی؟ ارباب حلقه ها فانتزی، اونم فانتزی. ونگات چی؟ ونگات علمی تخیلی داره و فانتزی. آره فانتزی. یعنی ونگات میان ژانری زیاد کار کرده. خیلی بعضی از نویسنده ها هستن مثلا یخ نوحش توی گهواره گربه یک اختراع علمیه، یک نظریه علمیه که اونو میشه مثلا جزو دسته علمی تخیلی گذاشت. درست عرض میکنم؟ دقیقا. بعضی از نویسنده ها هستن که علارغم این که علمی تخیلی می نویسند دوست ندارن بگن که ما علمی تخیلی می نویسیم، میگن که کس شأنشون میشه، خصوصا آقایون پزشکا ببخشید. مثل روبین کوک. روبین کوک خب که کتاب کما و اینا رو داره، خب بعضی از این رماناش واقعا علمی تخیلیه، ولی اگر کسی جلوش میگفت این داستان شما علمی تخیلی، به شدت میرنجید و از خبرنگارهای که باش مصاحبه میکردن همیشه میگفت به هیچ وجه آثار من رو زیر مجموعه علمی تخیلی طبقه بندی نکنید. پزشک علمی تخیلی نویس معروف مایکل کرایتون، خالق پارک جوراسیک. ولی خب اون میگفت من علمی تخیلی نویسم. بله. چرا ما در ایران آثار علمی تخیلی کم داریم و اصلا داریم؟ داشتن که داریم، همونطور که قصه‌های عزیز فرمودند، ما حتی در ادبیات کلاسیکمون میتونیم رگه های علمی تخیلی رو پیدا کنیم. مثلا در شاهنامه جایی که کیکاووس به آسمان میره، یک تختی رو درست میکنه، چهار تا پرنده رو چهار گوشاش و اینا رو گرسنه نگه داشتند و یک تکه گوشت جلوشون گذاشتن، این پرنده های شکاری رو. این خب یک اندیشه علمی تخیلی، پرواز و راه حلی برای پرواز در زمان خودش کاملا علمی تخیلی بوده. در قرن اخیر هم ما آثار علمی تخیلی داشتیم. من قدیمی ترینش رو آوردم اینجا که بازچاپ شده، رستم در قرن 22
رستم در قرن 22 عبدالحسین صنعتی زاده این داستان رو نوشته که با مزه است. تو این تجدید چاپی که شده نظرات نیما یوشی جمالزاده درباره این کتاب هم هست. داستانی که شخصیتی به اسم جان کاس میره و در سیستان از غبار که در فضا هست و اینها رو جمع‌آوری میکنه و سعی میکنه در دهه 1110 هستش، شک دارم 1116 یا 17، و رستم رو به شیوه شبیه کلونینگ برمیگردونه و رستم در دنیای جدید ماجراهایی پیدا میکنه. الان هم ما نویسندگان داریم، مثلا خانم زوها کاظمی دارند داستانهای علمی تخیلی میمیسن، آقای فاضل، بله بله، ولی سرعتش به اندازه سرعت نگارش های ژانرهای دیگه در کشورمون نیستش. ببخشید من فکر میکنم یه دلیلش این است که ادبیات علمی تخیلی رو ادبیات نوجوان میدونن، ادبیات کودک و نوجوان، و این انگ اون چیزی که آقای در مورد رابین کوک گفتن، نویسنده های خوب ما فکر میکنن که شاید فکر میکنن اگر در این ژانر بنویسن کسرشن، یا شاید فکر میکنن مخاطب جدی نخواهد داشت، مخاطب کودک خواهد داشت. آره الان تو اغلب کتاب فروشی ها در طبقه کتاب های نوجوان میذارن کتاب های ما اگر بخواهیم یه آسیب شناسی انجام بدیم رو ادبیات علمی تخیلی ایرانی، شاید مهمترین مشکلی که داریم جدایی ادبیات و محیط آکادمیک ماست. توی غرب بیشتر نویسنده های علمی تخیلی دانشمندن، اصلا اساتید دانشگان توی پژوهشگاه ها کار میکنن، تو آزمایشگاه ها کار میکنن. در ایران اینجوری نیست. شما اگه به یک استاد دانشگاه بگی یه علمی تخیلی بنویس، این رو حمله بر توهین شاید بکنه، در حالی که اینجوری نیست. ما داریم به ایشون پیشنهاد میدیم که بیا آخرین یافته ها رو تازه بهش داستانی اضافه کن. احسن، اصلا این رو به عنوان یک ترویج علم وظیفه هر استاد دانشگاهیه که اون چیزهایی رو که میدونه به زبان داستانی در اختیار گروهی که پشت سر دارن میان، جوانان، نوجوانان قرار بدن که اینها علاقمند بشن به این موضوعات و در آینده خودشون تو این حوزه ها ورود کنن و کار علمی انجام بدن. در واقع یکی از تعاملات ماتریکس علمی تخیلیه یا اون؟ بله بله بله. اون دیگه علمی تخیلیه. بله. و نزدیک به فلسفه. بله بله. علمی تخیلی فلسفه. حوزه سایبرپانک هستش و آره بله. یه نوع از علمی تخیلی. یه طرف خیلی ساده میگم چیزی که گفتم ببخشید اینجا. این چیزی که آیه قصا فرمودن خیلی مهمه. ما یه مفهومی داریم نالج ترنسلیت، ترجمه علم به زبان عموم. این یه چیزیه که انگار در کشور ما جاش خالی. از آموزش ادبیاتی که در دانشگاه ها میدیم، مثلا در یه سه واحد فارسی عمومی داریم که همون رو به همه رشته ها یه چیز یاد میدیم، در حالی که ما الان مثلا مدیکال فیکشن داریم، رمان پزشکی، بعد به دانشجویان پزشکی این رو مثلا آموزش بدیم، به دانشجویان رشته های دیگه مباحث مربوط به خودشون رو. و میبینیم یکی از دلایلی که گاهی مثلا حس میکنیم، حالا البته یکی از دلایل جامعه شناختی اینام داره که شبه علم هایی تو همین موقعیت هایی مثل بیماری کرونا شبه علم ها رواج پیدا میکنه در کشورمون، همینه که این ارتباط بین دانشگاه، آکادمی و عموم مردم برقرار نمیشه. اونا با یه زبانی حرف میزنن که این عموم مردم نمیفهمن این زبانه رو، و بنابراین این ارتباط شکل نمیگیره. کس دیگه‌ای که این ارتباط رو شکل میده حرف اون رو میفهمن. یعنی خیلی چیز نیست. ببخشید واسه خواهش میکنم. اتفاقی هم که میفته در ادامه هر اینه که در دوره کرونا ما میفهمیم که سواد سلامت عمومی جامعه خیلی بالا نیست متاسفانه. چرا؟ چون ارتباطه اونجوری نبوده که زبان علم به زبان ساده کلیاتش و اصول ساختاریش ترجمه بشه، پیام بشود، مخابره شود و گیرنده تحت تاثیر قرار بگیره. الان تو دوره کرونا فکر میکنم اتفاقا توجه به ادبیات علمی تخیلی بیشتر شده و اتفاقا تو خیلی از داستان ها میگم من متاسفانه نخوندم، حتی پیش بینی شده بود که ویروس ها میان و مشکلات ایجاد میکنن. در واقعیت شما الان میدونیم، همین دیروز یه مقاله علمی چاپ شد که پاندمی بعدی پاندمی قارچیه
و ما هیچ سلاح موثر علیه قاش الان خیلی ناراحت کننده است، شاید هنوز گیر این پاندمی و راهی واسش پیدا نکردیم، به پاندمی بعدی فکر کنیم، اما شاید این هشدار باعث بشه که بدونیم که واسه دفعه بعدی باید چیکار واقعا کنیم. مقاله اومده که بله مقاله اومده که پاندمی بعدی پاندمی قارچیه نوعش هم حتی مشخصه که گفتید ببخشید استاد، یکی از زیرگونه‌های ادبیات علمی تخیلی همینه دیگه، ویروس ها هستن یکی از تم های رایج که یک ویروسی میاد و تأثیراتی میذاره. خب یکی از زیرگونه های ادبیات علمی تخیلی ادبیات آپوکالیپتیک، آخرالزمانی یا رستاخیزی و پست آپوکالیپتیک، پس رستاخیزی بعد از آخرالزمانی، یعنی وقتی که آخرالزمانی اون تصویری که جهان داره از بین میره، پس رستاخیزی بعدش پس از فاجعه کسایی که به جا موندن. صحبت کرونا شد، دو تا پزشک هم الان در جمع چهار نفره ما هستن، فکر میکنم که یه صحبتی هم بکنیم از کادر درمان، اتفاقا شما مسئولیت هم دارین که واقعا ما بهشون مدیونیم. هم شما لطف دارین، اما من میخواستم از فرصت استفاده کنم بگم من به خاطر اینکه در روابطومی سازمان نظام پزشکی بودم در این یک سال اخیر و به خاطر کار رسانه این با خبرنگار، چند تایی حداقل در سطح تماس قرار گرفتم با داستان‌های این آدم‌ها و خیلی ناراحتم از اینکه من 1000 این داستان‌ها رو شنیدم و میگم اینا باید ثبت شه. ببینید داستان پزشک متخصص این مملکت که میره تو آی سی یو، حالش بد میشه، همسرش هم بیمار میشه، دخترش اون سوی مرزها میمونه، پرواز نیست و این آدم در تنهایی مطلق فوت میکنه و نه همسرش نه دخترش سر مزارش نمیرن. یا میریم با اعضای سازمان نظام پزشکی میریم خونه یکی از شهدای مدافع سلامت متخصصی که شهید شده، میبینیم قابی هم گذاشتن کنارش، برادر شهیدش مال دفاع مقدس، میایم به مادره میمونیم چی بگیم و بعد مادره به ما میگه که آقایون دکتران مواظب خودتون باشید. یعنی به جای میدونید اینا. یا یه داستان دیگه هم خیلی سریع بگم، یا خانم دکتری نوشته بود که من در یه شهر کوچیکی در آی سی یو بودم و اکسیژن بیمارستان قطع شد، فشار انقدر بیمار زیاد شد اکسیژن قطع شد، تنها کاری که میتونستیم بکنیم بود که آمبوبگ از این تنفسا، گفت پرستارا رو هر کی رو تونستیم در بیمارستان بود صدا زدیم چون خسته میشه آدم 5 دقیقه تو آمبوبگ بزنی دیگه نمیتونی. گفت 12 تا 13 تا مریض آی سی یو داشتیم، هر 3-4 نفری واسطادیم بالا سر. گفت بعد از 90 دقیقه 1.5 ساعت دیگه همه از گفت من همون لحظه داشتم فکر می‌کردم چه کنم، گفت خوشبختانه یهو اومدن از در تو گفتن که تو شهر اعلام کردن هر کی کپسول اکسیژن داره بیاره و اینا رو با ماسک بس کردیم اومدن دست. گفت خوشبختانه در لحظه‌ای که فکر می‌کردم دیگه را این داستان باید نوشته شه ثبت شه، من یکیشو میدونم، کوتاه‌ترین داستان رو که خوندم راجع به کرونا را بهتون بگم که داستان این بود که دکتر به پرستار گفت تو میری یا من برم، پرستاره گفتش که من نمیتونم نگاه بچه‌هاش کنم، شما برو. این یه داستان راجع به دکتر و پرستاری که میخوان از در برن بیرون و خبر بدن. فکر میکنم واقعا وظیفه همه ماست که از کادر درمان تشکر کنیم و وظیفه هممونه که تشکرمون اگه میخواییم عملی باشه مراقب خودمون و بقیه باشیم. این میشه تشکر واقعی و عملی. آی دکتر من میخوام خواهش کنم که سوال آخرمه، هر سه عزیز شما که اصلا آماده هم هستید، چند تا کتاب مورد علاقتون در ادبیات علمی تخیلی رو معرفی کنید و برنامه رو جمع شد. خواهش. حالا ادبیات علمی تخیلی ادبیات هوشدار هم هست، توی داستانهای زیادی به این وقوع بیماری اشاره شده، مثل پایان اکتبر که به زودی چاپ خواهد شد، یا حمله میکروبی به نیویورک و داستانهای دیگه. من از آثار کلارک چون دید فلسفی عمیقی نسبت به هستی داره بیشتر لذت میبرم، مثل پرتو روزهای دیگر، مثل ریشتر ده و غیره. بفرمایید. من یه علم تخیلی علم معرفی میکنم. قبلش صحبت که میکنم آقای دکتر صدری و دوستانشون در نظام پزشکی مجموعه کرونا روایت هم جمع‌آوری کردن، یه روایت هایی از همین روزها، ولی امیدوارم که واقعا این روایت ها تبدیل به داستان هم بشه. من مجموعه هم بله از بله مجموعه هم دارین آره اونا هم خیلی فوق العاده اینا
اینا میخواید ما با این کارها در ابتدای دهه 70 آسیموف خوندی. این کار ترجمه جدیدی هست از سری بنیاد آسیموف، یه سگانه است، بعدها یه چهار جلد دیگه هم نوشت، ولی این سه جلدش تازگی ترجمه شده، تجدید ترجمه شده. ماجراش اینه که لطفاً مترجم ناشرم بفرمایید. ترجمه حسین شهرابی، انتشارات کتاب سرای تندیس، سگانه هست بنیاد، بنیاد و امپراتوری و بنیاد دوم. یکی از معروفترین آثار علمی تخیلیه. ماجراش اینه که یک کسی به اسم هری سلدون، یه دانشمندی، یه علمی به اسم روانشناسی تاریخی ابداع کرده که میگه میشه حد زد رفتارهای اجتماع رو، با گذشتهشون آینده رو پیش بینی کرد، ولی در مقیاس‌های وسیع این کار میکنه. مثلا در مقیاس یک کهکشان یک تمدن رو که در اوجش هست پیش بینی میکنه که به زودی سرنگون میشه. چه کار میکنه؟ یه سری آدم رو جمع میکنه در پروژه بنیاد، برند علوم و دانش بشری رو که در این کهکشان جمع شده رو جایی ثبت بکنن، همون کاری که خود آسیموف در تمام 500 جلد کتابش انجام داد. من کتاب سولاریس رو حتما میگم همه علاقه بخونن چون خوبه، و در مورد آسیموف هم میگم که یه سه جلدی یا چهار جلدی داره که جالب بود در زمان ما قارهای پولادی و خورشید اوریان ترجمه شد، کتاب وسطش که ما روبوت ها بود ترجمه نشده بود، من سالها بعد خوندم. این سگانه و همو در واقع تکمیل میشه به دوربین ما نشون بده. الان این وجود داره که قارهای پولادی، خورشید اوریان و ما روبوت ها رو با هم بگیرن و با هم بخونن لذت بخشه. ناشر مترجم هم بگین ترجمه شهریار بهتره نگر اشتباه نکنم، نشر شقایق اینا رو. آره، با این طرح جلدا و این انتشار شقایق آره آسیموف خون شد. خیلی خیلی از شما متشکرم، خیلی ممنونم، بی نهایت متشکرم. آقا ما تکلیفون چیه؟ چیکار کنیم؟ من پیشنهادم اینه که یه نخوری آقای صدری، خواهش میکنم نخوری. بعد برنامه توضیح میشه پادزهرش. من بعد برنامه بله من علم تخیلی بود داستان. نه امیدوارم که چیزه خیلی باعث بشه که قوی تر و شاداب تر و سرزنده تر بشید انشالله. ارادتمندم و خدا نگهدار. آقای سعید قطبی زاده سلام. سلام علیکم. ارادتمندم. از اقتباس صحبت میکردید، اقتباس از آثار همینگوی در سینما و الان ادامه بحث. خب من فکر کنم این جلسه به خاطر اینکه میخوایم راجع به ودا و اسلحه صحبت کنیم بحثی خورده دوتایی بیشتر باشه، یعنی شما هم چون دوست دارین این بله. رمانو خیلی زیاد. دو سه نسخه از ودا و اسلحه ساخته شده تو سینما که من نسخه اولی که از روی این فیلم ساخته شده رو ندیدم و اتفاقا خیلی برای این برنامه هم تلاش کردم ببینم ولی نشد. اون فیلمو یه فیلمسازی ساخته که اتفاقا فیلمساز محبوب من هست، یعنی فرانک بورزیگی، که تسلطش بیشتر تو ژانر ملودرامه. آخه برام این عجیبه، برای اینکه فیلمای تاریخ سینما رو، حتی فیلمایی که کمتر کسی داره رو معمولا شما دارین و دیدین، اینه چه جوریه که آخه اصلا نیست. آها. یعنی حداقل من دسترسی بهش پیدا نکردم. ولی فرانک بورزیگی اتفاقا فیلمسازیه که من خیلی کاراشو دوست داشتم، حتی تو مبحث ملودرام هم ما بهش پرداختیم تو اون جایی که در واقع راجع ملودرام صحبت میکردیم. اما این اولین اقتباسی که 1933 میکنه فرانک بورزیگی از داستان ودا با اسلحه، در واقع نسخه ایه که خیلی اتفاقای جالبی راجبش افتاده. اول اینکه دو تا پایان میگیره، یعنی یه پایان که پایان داستان با مرگ زن در واقع تموم میشه، ولی یه پایانی هم گرفته ظاهراً به عنوان اون چیزی که بهش میگن alternative ending، یه پایان جایگزین هم گرفته که زن انگار زنده میمونه توش، که بعد اون زمان میخواستن تماشاگر رو محک بزنن ببینن که مثلا با اون بهتر میفروشه یا با این، چون یهو اگه مثلا پایان با مرگ زن باشه ممکنه که تماشاگر سرخورده بشه، که بر اساس همون چیزی که تو کتاب بود فیلمو با مرگ زن در واقع به انتها میرسونه. سامورایی ملویل هم دو تا پایان داره، درسته؟ بله. اون هم دو جور گرفتن، باز با همین فکر بوده که ببینن کدوم مناسب. نه داره. در مورد سامورایی و اینا فرق میکنه، به خاطر اینکه ملویل خیلی وسواسای بیمارگون داشته، یعنی اینجا خیلی تماشاگر اهمیت نداره برای فیلمساز
خیلی پیشرو توی سینمای فرانسه، اونم فیلمسازی که هر چند سال یه بار فیلم میسازه، میگم با حساسیت‌هایی که ملویل داشته. در واقع وسواس بیمارگونهی که ملویل داشت باعث شده بود که شاید بخواد مثلا ببینه که این دقیقا اون چیزی هست که بر اساس ساختار فیلم به یک انتهای درست برسه یا نه. ولی تو سینمای آمریکا، خصوصا دوران مثلا سینمای کلاسیک، سالهایی که نظام استدیویی چیره بود بر فعالیت‌های فیلمسازی، اون زمان پایان بندی ها متناسب با ذوق تماشاگر بود. بخشی از این خاطرات امروز تبدیل به یک افسانه شده، مثلا دیگه افسانه پردازی میشه راجع به پایان بندی فیلمایی مثل کازابلانکا که یه پایان دیگه ای هم داشته، یا مثلا اینکه تهیه کننده ها چقدر دخالت میکردن که خودسرانه بیان پایان هایی رو برخلاف خواسته کارگردان فیلم برداری کنن. اما در مورد وداع با اسلحه برگردیم به بس، میدونید که همینگوی خیلی از تجربیات زیسته خودش رو بدل به داستان میکرد. بخشی از این تجربیات جنگ. وداع با اسلحه پس از تجربه همینگوی تو جنگ نوشته میشه، ابتدا به عنوان داستان کوتاه، بعدن اینو بست میده و تبدیلش به رمان. نمیدونستم اول داستان کوتاه. آره، اول داستان کوتاه بوده. همینگوی 1918 تو همون کوران جنگ در واقع پاش زخمی میشه، یه زخم وحشتناکی برمیداره و این زخمی شدن توی داستانهاش به خصوص برفای کلیمانجارو یا همین وداع با اسلحه از همون تجربه میاد. تو همون دوران معالجه و درمان، تو همون اردوگاه های جنگی، در واقع یک رابطه عاطفی به وجود میاد میان همینگوی و پرستار. بنابراین این تجربه‌ای که همینگوی از سر گذرونده با یک سری مایه‌های تخیلی تبدیل میشه به رمان وداع با اسلحه. وداع با اسلحه تصویر کلی که ما ازش داریم عشق در دوران جنگه، به تأثیر از همون داستان عشق سالهای وبا، یعنی عشق مربوط به دورانی که توش نشانی از عاطفه نیست، نشانی از احساس نیست، حتی نشانی از انسانیت نیست. روابطی که همینگوی طراحی میکنه روابط میان مرد و مرد و مرد و زنه، یعنی رفاقت و عشق، که تو این فیلم در واقع بسیار توجه میشه به این مثلث ارتباطی که این بازیگرایی که این نقشا رو بازی کردن، یکی نقش اصلی راک هاتسن، جنیفر جونز و در واقع خود ویتوریو دسیکا، که انتخاب دسیکا برای اون نقش خیلی انتخاب عجیبی بود. یه بازیگر و کارگردان ایتالیایی به دعوت سلزنیک میاد تو فیلم وداع با اسلحه و نقشی رو بازی میکنه که تا اون زمان تا حدی نامتعارف بود. ما میدونیم که دسیکا پیش از اینکه دزدان دوچرخه رو بسازه کمدین مشهوری بود، حتی بعد اون فیلم هم کمدیای زیادی بازی کرد. این کمدین بودن، اون لهجه ایتالیایی و اون میراث سینما ایتالیا که بخش عمدش کمدیه، به کار این بازیگر اومد تا تو این فیلمی که ساخته چارلز ویدور بود در واقع یک جور هم این شخصیت رو تبدیل بکنه به یه شخصیت شیرین و دلپذیر و بانمک، و در این حال اون رنج و سرنوشت تلخی که در انتظارشه در سایه این حضور شیرین و شخصیت دوست داشتنی تا حد یک تعادل به وجود بیاره. منظورم اینه که فیلم وداع با اسلحه چون برای تماشاگر عام ساخته شد در سال 1959، با یک هزینه هنگفتی هم ساخته شد، بخشی از لوکیشن هاش اصلا تو آلپ فیلم برداری کردن و نه خارج از دکور فیلم برداری کردن و خیلی پر هزینه بود، به خاطر همین دلش میخواست سلزنیک که تهیه کننده فیلم بود، میدونید که سلزنیک تقریبا اون زمان بزرگترین تهیه کننده هالیوود بود، جز مشهورترین و معتبرترین تهیه کننده های هالیوود بود، مثلا تهیه کننده برباد رفته است. برباد رفته رو کمتر با نام کارگردانش ویکتور فلمینگ میشناسیم، بیشتر با نام سلزنیک میشناسیم. دلش میخواست 20 سال بعد برباد رفته یه برباد رفته دیگه هم بسازه با همون ریخت و پاش، با همون بدعت‌ها، ولی این اتفاق هرگز نیفتاد، به خاطر اینکه فیلم با وجود اینکه یک فیلمنامه‌نویس بزرگی به نام بن هکت پشتش بود ولی هرگز موفق نشد. راک هاتسن اون افسون در واقع کلار گیبل برباد رفته رو نداشت. جنیفر جونز که همسر سلزنیک بود برای نقش پرستار پیر بود
و این تحمیل این بازیگر به این پروژه در واقع دلیل ناکامی این فیلم در کارنامه چارلز ویدور و در اقتباسایی بود که از همینگوی شد. خود این نکته مهمیه که برای یک اثر ماندگار تک تک اجزا مهمن، تک به تک مهمن، یعنی یه جای این جمع مجموعه لنگ بزنه کلیت رو زیر سوال میبره. بله دیگه، انسجام، وقتی ما از انسجام صحبت میکنیم یعنی وحدت تمام اجزا، تمام عناصر، تمام جزئیات. اگر حتی تو انتخاب یک بازیگر مثلا کارگردان اشتباه کنه یا در اثر تحمیل تهیه کننده وابده و تسلیم بشه، نتیجه اون چیزی نیست که مورد انتظاره. برخلاف مثلا اقتباس خوب دیگه‌ای که سام وود در واقع از داستان این ناقوس مرگ کیست، دیگه میگم ناقوس ها به خاطر اینکه وقتی برنامه گرفته نشه، اقتباسی که سام وود کرد مثلا از گری کوپر و اینگرید برگمن استفاده کرد. این انتخاب این دو بازیگر، حالا چه انتخاب همینگوی بوده باشه، چه انتخاب خود سام وود باشه یا انتخاب کمپانی، نتیجه فوق‌العاده‌ای داشت، به خاطر اینکه اون بیگانگی، اون تنهایی، اون قربتی که در شخصیت اصلی هست تو بازی گری کوپر بود و در این حال اون مظلومیت، مظلومیتی که شخصیت ماریا داره، بی‌آبرو شدن با تراشیده شدن موهاش و در نهایت این شخصیت بی‌پناهی که در نهایت پناه می‌بره به عشق، پناه می‌بره به کسی که روزهای آخر عمرش رو داره میگذرونه. این انتخاب‌ها خیلی به کار فیلم اومد، برای اینکه فیلم حتی به نظر من ضعف‌های دیگه‌ای هم که تو داستان‌گویی داره تا حدی جبران می‌کنه این انتخاب‌های درست، چون واقعاً بازیگر خوب می‌تونه خیلی به حال یک فیلم کمک حال باشه. در مورد بن هکت من باید صحبت کنم. ما زمانی که راجع به اقتباس در سینما صحبت می‌کنیم همواره تاکید و توجهمون روی نویسنده رمانه. اینکه مثلا آنا کارنینا، وقتی ما میگیم آنا کارنینا در سینما، همه سریع به یاد تولستوی میافتیم. وقتی از اقتباسای شکسپیری یاد میکنیم، بدون شک اسم شکسپیر تو ذهنمون پدیدار میشه. ولی من میخوام نقش پررنگ اما در واقع کم اهمیت قلمداد شده یه فیلم نام نویس رو متذکر بشم. فیلم نام نویس های بزرگی که جایگاهشون کمتر از کارگردان ها نبود. ما بن هکت رو داریم در تاریخ سینمای کلاسیک آمریکا که هرگاه ورود کرده به هر ژانری و در هر مقطع تاریخی، در هر جایگاهی، چه به عنوان فیلم نام نویس، چه به عنوان بازنویس، چه به عنوان کسی که بیاد دیالوگ ها رو طراحی کنه، چه بیاد پایان بندی رو، چند از کاراشو میگیم، مثلا برباد رفته. برباد رفته رو من با نام بن هکت میشناسم تا مارگریت میشل. یا مثلا یک فیلمی جوزف فون اشترنبرگ، در واقع کارگردان آلمانی، وقتی تو آمریکا ساخت، در اصل در دوران سینمای صامت، اسمش هست Underworld یا دنیای تبهکاران، دنیای زیرزمین، دنیای تبهکاران. این فیلمی بود که بن هکت در واقع نوشت و اسکار گرفت باهاش و این فیلم شروع یک ژانری در سینما بود به نام گنگستری. یعنی ما تقریبا تا پیش از فیلم Underworld فیلم گنگستری به مفهوم ژانری خودش نداریم. یا مثلا فیلم بدنام هیچکاک. شما میدونید که هیچکاک واقعا چه تو همکاری هایی که تو انگلستان داشت با فیلم نام نویس هایی مثل چارلز بنت یا همکاریش تو آمریکا با فیلم نام نویس های دیگه، همواره هیچکاک اهل دخالت و ایده پردازی بود. درسته که فیلم نامه نمی نوشت ولی فیلم نامه ها رو شبیه خودش میکرد. بن هکت تو دو تا تجربه‌ای که با هیچکاک در همون سالهای دهه 40 در آمریکا با هیچکاک داشت، یک اثر شد تلسم شده و یکی شد بدنام، که بدنام در نگاه خیلی از هیچکاک دوستان جز به هر حال یکی از 3-4 تا شاهکار هیچکاک همیشه قلم داد میشه. این توی حرفتون گفتیم که نقش فیلم نام نویس خیلی جابش کم اهمیت داده شده. من فکر میکنم این که جایزه گذاشتن برای فیلم نامه اقتباسی
جدا از فیلمنامه اورجینال، این نشون دهنده اهمیتیه که فیلمنامه اقتباسی و فیلمنامه نویسی که داره اقتباس میکنه داره دیگه. بله قطعا، هم نشون دهنده اهمیتشه، هم یک در واقع یک چاره ناگزیره، یعنی نمیتونستن کار دیگه ای بکنن. انقدر در سینمای آمریکا از ابتدا تا به امروز انقدر فیلم های اقتباسی زیاده که تقریبا نیمی از تولیدات سالانه اونا فیلم های اقتباسیه، بنابراین اینا رو باید تفکیک کرد. و چقدر خوب میشه که این اتفاق که در آمریکا، در فرانسه، در آلمان، در ژاپن و در کشورهای دیگه میفته یه خورده تأثیر تو سینمای خودمون هم بذاره. ما خیلی اقتباس کم داریم. ما خیلی اقتباس کم نداریم. ما اصلا اقتباس نداریم. یعنی اگر هر 5 سال یه بار ما میبینیم که یه فیلم اقتباسی تو ایران ساخته میشه، فارغ از کیفیتش که آیا فیلم خوبی هست مثل ناخدا خورشید یا فیلم خوبی نیست، اساساً این قهر فیلمسازها و قهر سینما با ادبیات به نظر من آثار مخرب خودش رو در شیوه قصه‌گویی، در شیوه شخصیت پردازی، در الگوهای روایت داره نشون میده. یعنی بحران فیلمنامه، چون شما خودتونم فیلمنامه نویسین حتما اینو بهتر میدونین که بحران فیلمنامه در سینما ایران بخشیش به دلیل این عدم پیوند با ادبیاته. چرا در سینمای ایران سراغ اقتباس نمیرن؟ من فکر میکنم چند دلیل وجود داره. دلیل اول اینه که ما وقتی به تیراژ کتاب‌ها نگاه میکنیم میفهمیم که سرانه مطالعه در کشورمون چه وضعیت بغرنجی داره. طبیعتاً جامعه سینمایی هم چکیده ای از جامعه فرهنگی ایرانه، بنابراین این ناآشنایی، این کم دانستن و این قهری که وجود داره دیگه عملاً فرهنگ کتابخونی رو زائل کرده. مثلا دیگه کتاب خوندن تفریح آدم‌های به ظاهر اهل فرهنگ نیست. پس وقتی من کتابی رو نخوندم چطوری میتونم اقتباس کنم؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که تهیه کننده ها خیلی به خاطر اون روحیه اقتصادی که دارن دلشون میخواد که سریع به یک سوداوری برسه فیلمشون، و چون در ایران فیلم های کمدی بیشتر میفروشه اینا سریع به سراغ نوع کمدی میرن یا یک نمونه های واقع گرایی که بتونه تا حدی مردم رو کنجکاو بکنه. کسی نمیره به سراغ داستان‌های علمی تخیلی، کسی نمیره به سراغ نمایشنامه‌های برجسته تاریخ، کسی نمیره به سراغ دستاوردهایی که ادبیات برای سینما به جا گذاشته، و این به نظر من دودش رو چش خود سینما میره. اگر بیننده نداشته باشه چاره‌ای نیست، یعنی تهیه کننده میخواد بالاخره سرمایه‌اش برگرده دیگه. ببین ما تجربه داشتیم، مثلا تجربه سریال سازی داشتیم که بر اساس مثلا آثار نویسنده های معاصرمون بوده، یا خود تقوایی وقتی ناخدا خورشید رو میسازه بر اساس داستان همینگوی، به نظر من مردم اون فیلم رو دوست دارن چون اقتباس درست صورت گرفته. من فکر میکنم که این باید تبدیل به یک عادت بشه در سینما ایران. یعنی اگر سالی ما 4-5 تا اقتباس داشته باشیم، رفته رفته این ذهنیت برای فیلمنامه نویس به وجود میاد که میتونه مستقیم یا غیر مستقیم از ادبیات استفاده بکنه برای فیلمنامه نوشتن، چه به شکل مستقیم اقتباس کردن، چه به شکل غیر مستقیم الهام گرفتن و تأثیر گرفتن. نسخه‌ای که چارلز ویدور ساخت از ودا با اسلحه، نسخه‌ای که همونطور که گفتم دیوید او سلزنیک تهیه کنندش بود با شرکت راک هاتسن و ویتوریو دسیکا، فیلم موفقی نیست امروز و متاسفانه اون خاطره ای که از ودا با اسلحه در سینما به زبان تصویر به جا مونده خیلی خاطره خوشایندی نیست. قشنگ مشخصه که این فیلم مصداق این حقیقته که ریخت و پاش، هزینه کردن و اون دکور، صحنه، لباس‌های عجیب و بازسازی واقعیت‌هایی که در داستان هست الزاماً منجر به ساخته شدن یه فیلم خوب نمیشه. نکته دوم اینه که همینگوی همونطور که تو برنامه قبل گفتم نیم ساعت این فیلم رو بیشتر تحمل نکرد، یعنی از فیلم خیلی بدش اومد. بعدها خود سلزنیک که بسیار آدم مغروری هم بود گفتش که خطا کرده در تولید این فیلم، یعنی اشتباهی خودش رو پذیرفت و خودش اعتراف کرد که این فیلم اون چیزی نبود که دلش میخواست رو پرده سینما اتفاق بیفته. و در نهایت هم من فکر میکنم که این
ودا با اسلحه مدخل خوبیه برای ورود به بحث پیرمرد و دریا و چقدر خوب ناقوس. ولی در کل مدتی که داشتین صحبت میکردین هی به خودم فکر کردم کاش امروز یه اقتباس جدیدی از ودا با اسلحه ساخته بشه. سختی کار شاید برگرده به بازسازی اون مقطع. یعنی ببینید وقایعی که در 1959 بازسازی میشه فاصلهش با وقایع داستان فاصله 2-3 دهه‌ایه. امروز اگر این اتفاق بخواد بیفته مثلا 7-8 دهه گذشته و این خیلی کارو دشوارتر میکنه. یه نکته خیلی جالبی که تو سوال شما هست اینه، ما تو بررسی ژانر تاریخی همواره تاریخ رو یک چیز دور و بعید میدونیم. مثلا فیلم‌های تاریخی مثل فیلم‌های سرگذشت پیامبران یا مصر باستان خیلی دوره. بخشی از این آفرینشگری در ژانر تاریخی برمیگرده به تخیل و برمیگرده به ظرافت‌های کاری کارگردان و فیلمنامه‌نویس. ولی زمانی که ما با یک واقعیت نچندان دور روبرو هستیم کار سخت‌تر میشه به خاطر اینکه مردم حقیقت تاریخی رو میدونن و مدام مقایسه میکنن با فکت‌های تاریخی، کتاب‌های تاریخی. بنابراین دست فیلمساز تو تخیل توی داستان سرایی تا حدی بسته. خیلی خیلی متشکرم. برنامه بعدی باز هم درباره اقتباس از یکی دیگه از آثار همینگوی صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.